برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کمیته جهانی سید الشهدا علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظلو در کشور کویت به توزیع صدها بسته غذایی و معیشتی در شرق قاره آفریقا اقدام ورزید. این اقدام نیکوکارانه به مناسبت ماه مبارک رمضان 1444 هجری قمری و در راستای عمل به توصیه‌ها و راهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر لزوم کمک و حمایت از نیازمندان صورت گرفت. سازمان ملل در گزارش اعلام کرده که در طول 50 سال اخیر که دوران دیکتاتوری صدام، حضور آمریکا و ظهور گروه داعش را شامل می شود، بیش از 1 میلیون تن در عراق ناپدید شدند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 4 آوریل گزارش داده است که کمیته ناپدید شدن اجباری سازمان ملل از دولت عراق خواسته که به دنبال قربانیان و مجازات عاملان این وقایع باشد. سازمان ملل با بیان اینکه تخمین زده می شود بین 250,000 تا 1 میلیون تن از سال 1968 میلادی ناپدید شده اند، از عراق خواست تا یک کارگروه مستقل تشکیل داده و اطمینان حاصل کند که اسیرانی که در لیست قرار دارند خانواده هایشان از وضعیت و مکان آنها مطلع شوند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، ممنوعیت کار زنان در دفتر این نهاد در استان ننگرهار از سوی طالبان را نقض فاحش حق اساسی زنان و خلاف منشور این سازمان عنوان کرد. وی سه‌شنبه 15 فروردین در توییتی خواستار لغو فوری این تصمیم طالبان شده است. پیش از این آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته بود در صورتی که این اقدام توقف پیدا نکند، توانایی های سازمان ملل در خصوص رساندن کمک های بشری به افراد نیازمند در افغانستان تضعیف خواهد شد. گفتنی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما روز سه‌شنبه 14 فروردین به تمامی کارمندانش در افغانستان گفته است که به دلیل تهدیدهای امنیتی تا 48 ساعت در محل کار حاضر نشوند. بر اساس یک مطالعه تازه که در نشریه لنست سلامت سیاره منتشر شده، پیش‌بینی می‌شود اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای به شدت ادامه یابد، بسیاری از مناطق شمال آفریقا و خاورمیانه تا پایان قرن غیرقابل سکونت خواهد بود. این حدوداً 60 برابر ارقام فعلی و خیلی بیش از پیش‌بینی‌ها بر اساس سناریوهای مشابه در سایر مناطق جهان است. دانشمندان هشدار می‌دهند تا پایان قرن سالانه تقریباً 123 نفر از هر 100 هزار نفر در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه جان خود را در حوادث مرتبط با گرمای شدید از دست خواهند داد. به همت دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظلو در کابل پایتخت افغانستان سفره افطار در مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها واقع در شهرک امید سبز کابل برای شیعیان پهن شد. این اقدام فرهنگی و نیکوکارانه با همکاری بنیاد خیریه دارالصدقه در شبهای دوشنبه و سه‌شنبه 14 و 15 فروردین 1402 انجام شد و در آن هر شب 450 نفر از طلاب و خانواده‌های نیازمند و ایتام در این سفره افطار دعوت بودند و پذیرایی شدند.